Turchia! 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 روی سکوهای استادیوم یادگار امام تبریز این هفته اتفاقهایی افتاد که به دستگیری 7 نفر منجر شد به اتهام اقدام خلاف امنیت ملی. وزارت کشور ایران میگوید با افرادی که پرچم کشورهای دیگر را در بازیهای لیگ به استادیوم میبرند برخورد میکند. وزیر ورزش ایران هم دستور داده کارگروه به قول او صیانت از ارزشهای اخلاقی و فرهنگی در محیطهای ورزشی تشکیل شود با شرکت نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارشی از پوریا ژافره که حوادث این هفته مسابقه تراکتور استقلال رو مرور کرده. این یک مسابقه بین المللی یا ملی نیست. اینجا هم ترکیه نیست. اینجا تبریز است و مسابقه ای از لیگ برتر فوتبال ایران. مهمترین مسابقه هفته پیش لیگ برتر بین تراکتور و استقلال تهران. مسابقه ای تعیین کننده در کورس قهرمانی. هرچند برای عده ای از تماشاگران مسائل دیگری مهمتر است. گزارش شده تشویق کشور همسایه یعنی ترکیه که اینجا و قبل از سوت شروع مسابقه شنیده می شود تا دقیقه 90 و شکست 4-2 خانگی تراکتور ادامه داشت. با چاشنی سلام نظامی به نشانی حمایت از حمله ارتش ترکیه به مناطق کردنشین سوریه. این اولین باری نبود. شعارهایی در ستایش مردم ترک زبان روی سکوهای استادیوم یادگار امام تبریز به گوش می رسید. اما این بار انگار حجم و شدت آن بیشتر از هر دفعه دیگری بود. پلاکارت های سیاسی هم به استادیوم آورده بودند، مثل این یکی که از کشورهای اروپایی سابق چکسلواکی و یوگسلاوی می گوید. مردم یکی مسالمت آمیز جدا شدند و آن یکی با خشونت و درد سر. حرفای گزارشگر تبریزی هم نمک به زخم آنهایی بود که بازی را از تلویزیون دنبال می کردند. پنجمین تیم پرطرفدار جهان 1، دومین تیم پرطرفدار ایران 0. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی از وین اتریش با ما هستند. آقای یونسی پور، شما مدتی مشاور رسانه‌ای مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی بودید، مدت‌ها قبل البته. چرا اینقدر بازی‌های این سال‌ها در مقایسه با گذشته پرحاشیه شده و به این شکل در اومده؟ ناگهان جو این ورزشگاه از سال 88 به بعد، از زمانی که این باشگاه در اختیار سپاه عاشورای تبریز قرار میگیره، واقعا باید ببینیم چه اتفاقی میفته که تبدیل میشه به جایی که محل شعارهای قومیتیه، تبدیل میشه به جایی که رکیک ترین الفاظ ما داریم میشنویم، تبدیل به جایی میشه که هوادار استقلال و پرسپولیس و سایر باشگاه ها جرأت حضور در این ورزشگاه رو ندارن. من شخصا به عنوان یک هوادار فوتبال اینو عرض میکنم که دلتنگ اون جو فوق‌العاده‌ای هستم که در باغ شمال میدیم و خانوم ها میومدن روی سقف منازل اطراف ورزشگاه و بازی رو تماشا میکردن و شما اگر کوچکترین شعاری در مورد داور یا بازیکنان حریف شنیدین امکان نداشت. در هر صورت الان مقام های حکومتی سعی میکنن اوضاع رو کنترل بکنند. برخورد اونها با این قضایا از نظر شما چطور بوده؟ در گزارش که پخش کردیم مهدی رستم‌پور عزیز جمله خوبی گفتش، گفتش که خرداد ماه امسال باشگاه تراکتورسازی از این کانال‌های هواداری اعلام براءت کرد. اما خب سوالی که من از باشگاه تراکتورسازی دارم اینه، اگر این کانال‌های هواداری با 2 میلیون بازدید کننده و فالوور هیچ نسبتی با باشگاه تراکتورسازی و مدیریت آقای محمد رضا زنوزی نداره، چطور از تمرینات از تمرینات پشت درهای بسته باشگاه تراکتورسازی عکس و فیلم داره؟ ببینید الان کار به جایی رسیده که بعد از سالها ورود پرچم ترکیه، ورود پرچم آذربایجان، شعارها و بنرهای تفرق انگیزی که به نظر من مختص به تمامی اون شهر نیست، شاهد این هستیم که وزارت ورزش و وزارت اطلاعات کارگروهی تشکیل میدن 7 نفر بازداشت میشه. خیلی پیش از اینها سالهای 88 89 90 میشد با یک رفتار مسالمت‌آمیز مثل همه آنچه که در همه ورزشگاه میبینیم. شما نمیتونید توی ورزشگاهی کشور خودکار و یا کاغذی رو وارد ورزشگاه بکنید در صورتی که اگر خبرنگار نباشین. چطور ممکنه این همه سال
این شعارها، این بنرها، این پرچمها بدون هیچ گونه مشکلی وارد ورزشگاه یادگار امام تبریز شده باشه. ممنونم از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از وین اتریش با ما.